سلام به همه فریکی ها. نه این خوب نیست. سلام به همه فریکی ها. اینم خیلی خوب نیست. سلام به همه فریکی ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه. نه مگه آزمایشگاه بابا. سلام همه فریکی ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به نقد و بررسی کتابای درسی. چند روز پیش ازتون توی یوتیوب پرسیدم که میخوام یه کتاب جدید رو نقد و بررسی کنم و شما گفتین کتاب تفکر و سبک زندگی از پایه هشتم رو بررسی کن. من گفتم حل داشتم. من امروز میخوام براتون این کتاب رو نقد و بررسی و چرت و پرت گویی کنم. ممکنه ویدیوی طولانی بشه. این کتاب هم مثل همه کتابهای درسی وقتی که شروع میکنی و چند صفحه ازش رد میشی با عکس زیبایی از امام مواجه میشی، بعدش فهرست و بعدش یه مقدمه داری. تو مقدمش میگه که شما اگه میخواین درست زندگی کنین باید یه سری عادت‌ها داشته باشین، یعنی یه سری رفتارها، شخصیت پذیری‌ها، یه چیزایی تو شخصیتاتون. پس سخته منتقل کردن یه کتاب. میگه این چیزایی که باید داشته باشین، یکیش اینه که اهل تفکر و تعقل باشین و هر موضوعی رو از همه جوانب بسنجین. خیلی درسته، خیلی زیباست. ببینید وقتی یه اتفاقی میفته همیشه هزاران جنبه داره اون اتفاق. وقتی یه بحث و دعوایی بین من و یه نفر هست، من یه چیزی دیدم، اون یه چیزی دیده، اگه نفر سومی باشه یه چیزی دیده و همه چی اتفاقات خیلی چند وجهیان. ما فقط از در دیدگاه خودمون میبینیم، ولی نه، ما باید از همه جوانب بسنجیم و تفکر و تعقل کنیم. خیلی درسته. بعدش میگه باید آرا و نظرات خودتون رو با شجاعت بیان کنید و در صورت پی بردن اشتباهتون بپذیرید. شجاعت داشته باشین که عقیدتون رو تغییر بدین، میگه آقا من اشتباه کردم. این خیلی درسته. اگر شما سعی کنین این عادت رو از کودکی توی ذهن خودتون جا بندازین که آقا من همیشه درست نمیگم. بعضی وقتا داری با یکی صحبت میکنی، یه جایی از بحث به خودت میای میگی راست میگم اشتباه کردم، اونجا بگو، بپذیر، بگو راست میگی، تو درست میگی، من اشتباه فکر میکردم. این حرکت شخصیت شما رو به اندازه‌ای قوی میکنه، لولتون رو به قدری بالا میبره که اصلا باور تون نمیشه. دیدین با یکی صحبت میکنی هر چی بهش میگی بابا داری اشتباه میکنی نمیپذیره، چقدر اعصاب خورد کنه. شما دوست دارین اون آدم باشین؟ واقعا دوست دارین؟ میخواین این بود آرمانه های امام؟ نه، ما باید اشتباهات خودمون رو بپذیریم. دست خوش. این کتاب اگه همین جوری که داره پیش میره پیش بره، خیلی کتاب خوبیه. واقعا کتاب خوبی داری. سومیش میگه نقدپذیر باشین. شما متاسفانه اکثرا نوجوانین، نقدپذیر نیستین. کلتون داغ باد داره. قرمه سبزی چی؟ کلتون بو قرمه سبزی میده. پشت لبتون تازه سبز شده. هورموناتون قاطی پاتیه. تو سن رشدین. این نقدپذیر نمیفهمین شما چیه. ولی سعی کنین نقدپذیر باشین. سعی کنین. خوبه، تو زندگی به دردتون میخوره. بعدش میگه با جملات زیبا فکر نادرستی را به دیگران القا نکنید و فکر نادرستی را در قالب کلمات زیبا بهتون میگن باور نکنید. به 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 به، زیبا بود، حرفی ندارم. امیدوارم بعضیا یاد بگیرن، نمیگم کیا، نمیخوام ویدیو سیاسی شه، ولی یاد بگیرین یه عده در بحث های کلاسی خود و هر گونه بحثی در زندگی به سخنان دیگران گوش کنید و به نوبت سخن بگویید، نه پرین وسط حرف هم دیگه. گوش کنید ببین طرف چی میگه، بعد اینجوری نباش که تا یه چیزی گفت همونو بخوام دیگه. همه چی رو من باید به شما یاد بدم؟ آره، چون شما بچه این، نوجوونی این، کلتون با قرمه سبزی، پشت لب سبز. به هر حال بزرگتری باید به شما گوید سخنی چند تا یاد گیرید پند. پشمام چی گفتم؟ خود را بشناسید، هیجاناتی مانند خشم و استراب رو کنترل کنید. وای بچه این کار سخته. در مورد این نمیتونم بهتون چرت و پرت بگم چون من خودم توی کنترل کردن خشم، ابراز استرابم، ناراحتیم و اینا اصلا کنترلی ندارم. به این میگن هوش هیجانی، یعنی اینکه شما بتونید جنبه های مختلف احساسات و هیجانتون رو بشناسید و در دست خودتون بگیرید، از حالت اتوپایلت در بیاین و خودتون کنترلش کنین. کار سختیه. من خودم معمولا رو اتوپایلتم. به عقاید دیگران احترام بذارید و نظر مخالفتون رو با استدلال بگین. دست خوش، همینه دیگه، همین دیگه، همین احترام، نظر مخالف، استدلال، فوش ندین، سعی کنین منطق. دیگران را به بیان نظر خودشان ترغیب کنید. این بیشتر به دیگران مربوطه، ولی خب شما هم بهشون بگین داداش بنال چی میگی؟ نظرت چیه؟ حالا بنال کلمه مناسبی نیست. من الان توی حس و حال معلمیمم و این معلم این شکلی اینجوری حرف میزنه متاسفانه. من هم باید انتقاد پذیر باشم و بتونم رفتارهای معلمی خودم رو تغییر بدم. دیدین چقدر جذاب بود؟ وقتی که من به بیشعوری خودم اعتراف کردم، واقعا جذاب بود. خودم حال کردم. مهارت‌های ارتباط صحیح و مؤثر رو با دیگران به کار گیرید. متاسفانه در اصل سوشال مدیاها ما ارتباط گرفتنمون با دیگران محض می‌کنم
خیلی هم بد نشده، یعنی کمک میکنه، نمیدونم. ولی خب کلا آدمای زیادی رو میبینم که ارتباط گیریشون با دیگران خیلی خوب نیست و این اصلا خوب نیست دوستان. توی مسیر زندگی شما اگه بخواید پیشرفت کنید، بتونید راحت زندگیتون رو کنید و کلا برید جلو بدون اینکه بدبخشین، معمولا باید بتونید توی این جامعه ها زندگی کنید. 7 میلیارد آدم رو کره زمینن، شما اینجای تنها نیستین، همیشه یکی هست. پس باید یاد بگیرید با بقیه ارتباط بگیرید. نگیرین متوجه این که ادب را در برخورد با دیگران ما هنوز تو مقدمه. عجب کتابیه بابا، چی میگین این کتاب به درد میخوره؟ شاید منظورتون این بوده کتاب خیلی خوبیه، نقد و بررسیش کن که بقیه هم یاد بگیرن. آقا میگه ادب و برخورد را در برخورد با دیگران آرد ادب داشته باشین، خیلی مهمه. آخرش هم میگه با مسائل و مشکلات خود و دیگران عاقلانه و موثر برخورد کنید تا آرامش بیشتری برخوردار شوید و به یک زندگی شاد و مفرح و اینا دست یابید. چند صفحه چیم میرسیم به بخش اول کتاب. من این بخش رو یکم بررسی کردم. اول شروع میکنه با یکم بحث در مورد مقوله زیبایی، بعد یهو میزنه جاده خاکی، یهو میشه یه عالمه پروژه و پژوهش و سوال بپرسین و فلان و فلان، اصلا نفهمیدم چی شد. به هر حال من کاری با اون سوالاش ندارم چون خودم هم بلد نیستم. ولی کتاب شروع میکنه در صفحه 9 در مورد مقوله زیبایی صحبت میکنه و میخواد یه جوری به شماها جوونای عزیز، نوجوونا، عشقای دار بفرمونه که دوستان زیبایی یه چیز سلیقه‌ایه. البته این بحث تازگی‌ها در دنیا دوباره مطرح شده که آیا زیبایی واقعاً سلیقه‌ایه یا نه همه معیارهای زیبایی یکسانن. خیلی مقوله پیچیده‌ایه، ما هم نمی‌خوایم واردش شیم. پس می‌خوایم چیکار کنیم چون در مورد زیباییه؟ ببین چند تا عکس خانم و آقا توی پوشش‌های قدیم و جدید و مختلف و این شکلی اون شکلی آورده و می‌خواد بهتون بگه که آقا همه اینا خوشگلن، شما هم باید بپذیرین دوستان همه اینا خوشگلن. بعد صفحه بعدش هم یه عالمه حیوان آورده و میخواد بگه همه اینا هم خوشگلن، حتی اون سوسکه که اینجاست اونم خوشگله، شاید یکم کمتر ولی نه اونم خوشگله مثل طاووس. مقوله پیچیده یه زیبایی. من حس میکنم اشکان اگه الان اینجا کنارم بود. بذارید نظر خودمو بگم. به نظر من زیبایی ترکیبی از سلیقه و ژنتیک، یعنی اون چیزی که ما آدما هستیم. این نظر منه. نظر شما چی هستن؟ توی کامنت ها لطفا بگی نظرتون راجع به زیبایی چیه. به نظرتون همه زیبان با همه چیزهایی که ممکنه نامتعارف باشه یا عجیب غریب باشه، آیا همه زیبان یا نه واقعا یه سری چیزا اصلا زیبا نیست؟ نمیدونم، به نظر من در کل همه چیز زیباست به جز بعضی چیزا، نمیدونم، پیچیده است. آقا بریم جلوتر، من نفهمیدم چی شد. در انتهای بخش اول یه مقوله هم نوشته شده به اسم راه رهایی که یه سی دی کنارشه، پس فکر کنم یه ویدیویی چیزی داره که من نمیبینم الان ولی شما ممکنه سر کلاساتون دیده باشین و داستانش انگار اینجوریه که یه سری آدمن توی یه سری مکعب‌های شیشه‌ای و احتمالاً توی اون ویدیو هر کدوم یه واکنش متفاوتی دارن نسبت به اینکه توی اون مکعب شیشه ایشون چیکار کنن. یکی ممکنه خیلی ناراحت باشه، یکی فقط بیرون رو ببینه و لذت ببره، یکی دنبال یه راهی باشه که این مکعب رو بشکونه و بیاد بیرون و چیزای دیگه. ممکنه همه اینا حدسیات منه، نمیدونم، این فیلم رو ندیدم. و در کل میخواد بهتون بفهمونه که ما آدما اختیار داریم که حتی وقتی توی یه موقعیت یکسان همه قرار میگیریم چه واکنشی نشون بدیم. به نظرم این درسته. ما در بیشتر 90% مواقع، شاید تقریبا 100% مواقع همیشه آزادیم که چه واکنشی نشون بدیم. خیلی وقتا وقتی من به یه عده میگم برید دنبال هدفاتون، میگن خانواده‌مون نمیذاره. تا حالا چند بار سعی کردین بجنگین با این قضیه؟ شما اختیار اینو دارین که به راه‌های مختلفی مقابله کنین با این مقوله‌ای که مثلا خانواده‌ام نمیذاره برم سمت چیزی که بهش علاقه دارم. میتونین خیلی ناراحت شین، میتونین بگین اوکی اهمیتی نداره، من هر کاریو میکنم که خانواده‌ام میخواد. میتونید برنامه ریزی کنید و بگید من اولین کارو میکنم که اینجوری شه، بعد اینجوری شه، بعد اونجوری میتونم دیگه برای خودم تصمیم بگیرم و خانواده‌ام خیلی مخالفت نمیکنه. میتونید شروع کنید به دعوا کردن با خانواده، خیلی خوب نیست و کلا آپشنای مختلفی دارین. ولی معمولا تا جایی که من شنیدم خیلی ها این دو تا آپشن اولو میپذیرن، یعنی ناراحت میشن و میپذیرن که آقا من هیچ کاری نمیتونم بکنم، همینه که خانواده‌ام میخوان. ولی به نظرم اینطوری نیست. توی اکثر مواقع زندگی ما از تصور این که میدونیم چی ممکنه اتفاق بیفته، از تصور این که بابای من اصلا نمیذاره برم دنبال فلان چیزی که میخوام، کاری که میخوایم و حتی ترای نمیکنیم، امتحان نمیکنیم برای انجام دادنش. این اختیار شماست که
چیکار کنیم. این کتابه خیلی درست حرف نمیزنه ولی تئوریای جالبی رو مطرح میکنه. میریم جلوتر. بخش سوم. در مورد بخش سوم صحبت خاصی ندارم. چون اینجوری که به نظر میاد بیشتر یه سری چیزاییه که توی کلاس باید بررسی شه، یا فیلم باید دیده شه، یا گزارش باید تهیه شه، یا کلا هر چی هست تو کلاساتونه. از این بخش به راحتی میتونیم رد شیم و برسیم به بخش چهارم. بخش چهارم جاییه که باز هم من حرف خاصی خیلی ندارم. آها، صبر کن. قسمت اولش در مورد یه سری رفتارهای پرخطره و میگه که ما نباید کاری بکنیم که به سلامت جسمی و روانی خودمون و دیگران آسیبی وارد کنه. درسته. اول یکم و بعد اون بیشتر میپردازه به رفتارهایی که روی روان ما و دیگران ممکنه تاثیر بذاره که میشه مواد مخدر. در مورد این من بخوام هرچی حرف بزنم شبیه باباها میشم، به خاطر همین ترجیح میدم چیز خاصی نگم. ولی دوستان مواد مخدر چیز خوبی نیست. همین، بذار اصلاح کنم. اعتیاد وحشتناکه. من عزیزانی رو دیدم که در دام اعتیاد افتادن. آره، حواستون به زندگیتون باشه. میدونم که شرایط ایران جوریه که بعضی وقتا آدم دوست داره از همه چی فرار کنه، بره یه نخ سیگار یا هر مواد مخدری که الان شما باهاش آشنایی دارید مصرف کنه برای اینکه شنگول بشه، آروم بشه، بیخیال بشه یا غیره. ولی دوستان این راهش نیست. اگه حالتون بده همه چیز اینجاست و همه چی اینجا هم درست میشه، که باعث میشه ما بیایم به بخش بعدی این فصل چهارم که در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس و مهار فشارهای روانیه. در مورد این چیزها من خیلی نمیتونم حرفی بزنم چون چیزای خیلی نظری نیست، کاملا علمیه و اگه کسی میخواد براتون چیزی بگه کاملا باید با علم توضیح بده. پس یا میتونید برید پیش روانشناس یا میتونید مطالعه کنید. بنده به شخصه زمانی مطالعه های خیلی زیادی در مورد مقوله اعتماد به نفس داشتم و عزت نفس و کلا مطالعه های روانشناسی که بتونم ذهن خودمو بهتر دریابم، و بعدش هم یه مدت طولانی درگیر روانشناس بودم که بتونم خیلی مشکلایی که توی ذهنم هست رو حل کنم. اینکه برید پیش روانشناس عیب نیست، به این معنی نیست که شما دیوونه و خلو چلید، و اینکه کتاب‌های در مورد روانشناسی هم بخونید مطمئن باشین توی زندگی خیلی به کارتون میاد. رفتارهای خودتون و آدما رو خیلی بهتر میفهمید و میتونید درک کنید. در مورد این بخش فقط سعی می‌کنم اینو بگم که توجه داشته باشید که ذهن آدم خیلی تلقین پذیره و خیلیش به اون چیزی که خودتون بهش فکر میکنید و میخواید بهش فکر کنید بستگی داره. اگه حالتون بده میتونید خودتون حال خودتون رو خوب کنید. دیدید میگی ناراحت هم میگی ناراحت نباش، مسخره است ولی میشه با مدیتیشن با یکم تمرین میشه به همچین چیزی رسید. نه همیشه، بعضی وقت واقعا حال آدم خیلی بدتر اونیه که بخواد اینجوری بگه خوب شدم و خوب شه، ولی بعضی وقت واقعا میشه. چون علت اینکه حالمون بده اصلا تقریبا علت خاصی نیست، فقط یه سری اتفاقات تو ذهنمون افتاده که حالمون یهو بد شده. و در مورد اعتماد به نفس و عزت نفس هم سعی کنید خودتون رو دوست داشته باشید. خیلی مهمه که آدم خودش رو دوست داشته باشه. خیلی. این تقریبا مهمترین چیزیه که من در مورد عزت نفس میتونم بهتون بگم. شما زیبایید، شما جذابید، شما باهوشید، شما توانایی‌های بسیاری دارید و هر کس جز این بهتون بگه آدم بدیه، خیلی بد، چون داره بهتون دروغ میگه و دروغگو دشمن خداست. متوجهید؟ خودتون رو دوست داشته باشید. میریم سراغ بخش پنجم. ببینیم این بخش اندرون این بخش داشمون این کتاب راجع به دو تا چیز صحبت میکنه، بعد دوباره میزنه تو در فیلم و کتاب و پژوهش و اینجور چیزا که ما نداریم. ولی راجع به دو تا چیزی که صحبت میکنه کوتاه مفید مختصر خوب میگه. یک، واقعیت. میگه که ما اتفاقات رو جوری میسنجیم که علمشو داریم. در گذشته مردم روی زمین راه میرفتن میگفتن صافه پس زمین صافه، علمشون در همین حد بوده. ما الان میدونیم زمین گرده. فکر کنم منظورمو درست رسوندم. ببینید دوستان، ما وقتی یه اتفاقی رو میخوایم درک کنیم یا واکنش نسبت بهش نشون بدیم یا هر چی، باید چجوری تصمیم بگیریم. مغزمون فلش بک میزنه به کل اتفاقی که تا حالا برامون افتاده و کل علمی که داریم و اینا رو میذاره کنار هم تا یه نتیجه بگیره. و خب وقتی علم شما کم باشه، علم منظورم فقط مثلا فیزیک و ریاضی نیست نه، یعنی هر دانسته و دانشی که داریم وقتی کم باشه معمولا نتیجه های شما ناقصه، چون شما راجع به یه سری چیزا اطلاعات ندارین. و توی کتابم یه داستان میاره مثلا در مورد یه مورچه‌ای که میاد
میاد به یه پیله میرسه، میگه ها 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 تو کرمی پیله ای فلانی، چند روز بعد میاد میبینه شده پروانه و میخواد بگه این مورچه علم اینو نداشته که این پروانه قراره بشه بال در بیاره خوشگل بشه، به خاطر این مسخرهش کرده. پس علمتون رو ببرید بالا، در کل مطالعه کنید، یکم سعی کنید اطلاعات مفید بریزید تو مغزتون، مثل ویدیوهای من. مفید، خیلی بسیار کیلو کیلو مفیده، معمولا 2-3% من واقعا، بقیه‌اش چرت و پرت خالصه. بعدش که از مقوله واقعیت رد میشه میرسه به مقوله عادت‌ها، و عادت‌ها هم که دیگه واضحه دیگه، زندگی ما آدم ها تشکیل شده از یه سری عادت‌ها، هر عادتی داشته باشی تو رو به یه سمتی میبره، یه سری عادت‌ها خوبن یه سری ها بد، سعی کن خوبا رو بیشتر کنی بدا رو کمتر، به همین راحتی اینجوری زندگیت خوب میشه. اگه عادت کنی کمتر توی گوشی بچرخی، به جاش روزی یکم کتاب بخونی، عادت خوبیه، باهوش‌تر میشی، اطلاعاتت بیشتر میشه. یه روز مردم ازت سوال پرسیدن چرت و پرت جواب نمیدی، یا خواستی بری سر کار طرف با صحبت کرد میفهمه که چیزی بارت هست یا نیست. همین عادت ها خیلی مقولشون ساده است، عادت های خوب رو توی زندگیتون زیاد کنید، زندگیتون فوق العاده میشه. ولی اگه مثل الان من یه چند ماه باشگاه نرید، بله عادت بدیه. من از همین ویدیو قول میدم که دوباره عادت باشگاه رفتن رو در خودم جا بیاندازم، یه عادت خوب، به امید اینکه دوباره گلاخ شیم. بعدش هم همین طوری عالمه چرت و پرت و فرتی چرت و متو. فصل ششم، توی این بخش اول راجع به کنترل خشم حرف میزنه که تو همین ویدیو راجعش حرف زدیم. بعدش راجع به کنترل افسردگی صحبت میکنه که خیلی مقوله طولانیه، ولی من یه ویدیو قبلا درست کردم که یکم تو راجع به افسردگی حرف زدم، اینجا یا اینجا هستش، میتونید برید ببینید. و بعدش کلی سرفصل ها و چیزهای مختلف میگه که من اگه بخوام راجع به هرش حرف بزنم واقعا ویدیو طولانی میشه و دیگه من نه حوصله دارم نه شما. پس فقط راجع به یکی حرف میزنم که میگه چرا باید به همدیگه احترام بذارید. نمیدونم چرا ولی خوبه. من تا حالا ضرر نکردم از اینکه به دیگران احترام گذاشتم و همیشه خوب بوده. انتخاب با خودتونه. چراهاش رو فکر کنم توی این کتاب گفته، میتونید برید بررسی کنید، ولی به نظرم خوبه، چون من به این قضیه اینکه از هر دستی بدی از همون دست میگیری یه جورایی اعتقاد دارم، حس میکنم هر انرژی رو که شما به وجود بیارین و توی دنیا پخش کنید اون انرژی بهتون برمیگرده. اگه انرژی خوبی باشه، کمک کردن به بقیه باشه، خوب بودن با بقیه باشه، این انرژی بهتون برمیگرده، بقیه هم با شما خوب خواهند بود. اصلا فرکانس وجودتون میره روی یه فرکانس خوشفاز، همه چی انگار توتون خوبه، برعکس یه آدمی که وقتی میبینیش میفهمی عصبیه یا ناراحته یا اصلا نمیخواد تو بهش نزدیک شی و تو هم نمیشی. وقتی که تو توی یه فاز خوبی باشی بقیه هم اینو درک میکنن، چون دنیا یکم روی انرژی میچرخه. حالا مقولهش پیچیده است، ترجمه ام وارد نشم. در کل اگه بخوام این ویدیو رو براتون جمع بندی کنم اینه که سعی کنید یکم علمتون رو راجع به زندگی افزایش بدین، مطالعه بیشتر کنید، ضرر نمیکنید، مراقب خودتون باشید، خودتون رو دوست داشته باشید، به خود پدر و مادر خود و دیگران نیکی کنید. این کتابم حقیقتا کتاب خوبی بود به نظرم. اگه بعضی وقتا یکم ازش رد شین و یه سری چیزاشو بررسی کنید شاید براتون بد نباشه. مراقب خودتون باشین، دوستتون دارم خیلی زیاد، خودتونم خودتون رو دوست داشته باشین، چون شما فقط یه دونه توی دنیا موجوده. پشمام، شما خیلی اکسکلوسیوین، یه دونه فقط داریم ازتون. پشمام، دوستتون دارم زیاد، تا یه ویدیو دیگه فیلم بمونه.